مادها پس از برگشت از جنگ شوش غنائمی برای خود آورده بودند که میان خودشان تقسیم کردند و برای کوروش نیز خیمه باشکوهی با تمام لوازم معیشت و یک زن شوشی که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت با دو زن سازنده گذاردند زنی را که مادها با خیمه ممتاز برای کوروش گذارده بودند پانتآ نامیدند. این زن شوشی که از حیث زیبایی مثل مانند نداشت زوجه آبراداتس بود و پادشاه آشور شوهر او را به سفارت نزد پادشاه باختر فرستاده بود تا عهدی با او منعقد کند کوروش چون دید شوهر زن قایب است زن را به آراسب که از زمان کودکی دوست وی بود سپرد تا شوهرش برگردد آراسب قبول کرد که زن را ضبط کند ولی به کوروش گفت لازم است او را ببینی تا بدانی که وجاهت این زن به چه اندازه حیرت انگیز است کوروش در جواب گفت من نمیخواهم این زن را ببینم چون میترسم که فریفته زیبایی او گشته زن را به شوهرش پس ندهم به مناسبت این مطلب بین آراسب و کوروش مباحثه ای شروع شد آراسم عقیده داشت که عشق چیز نیست اختیاری اگر کسی نخواهد بزنی عشق ورزد نخواهد ورزید و امثالی ذکر کرد مانند موارد دختر خواهر و امثال آنان که هرقدر زیبا باشند پدر برادر و سایر اقربای نزدیک عشق به آنها نمیورزند زیرا نمیخواهند چنین کنند اما کوروش به عکس معتقد بود که عشق اختیاری نیست. بلحاصل آراز در مقابل رأی کوروش تسلیم شده به عهده گرفت پانتعا را حفظ کند تا شوهرش برگردد و کوروش به او گفت خواهی دید که از رد کردن زن به شوهرش ما چه نتیجه بزرگی خواهیم گرفت. پس از آنکه که کوروش پانتعا یعنی زن زیبای شوشی را به او سپرد که تا مراجعت شوهرش نزد او باشد آراسب عاشق این زن گردید بالاخره نتوانست خودداری کند و به زن تکلیف کرد به او دست دهد پانتئا چون شوهر خود را دوست داشت این تکلیف را رد کرد چندان که آراس بر اصرار خود افزود زن بیشتر پافشرد تا آنکه آراس او را به جبر تهدید کرد پانتیا که تا این وقت نمیخواست به کوروش شکایت کند تا مبادا باعث کدورت در میان دو دوست گردد بالاخره مجبور شد و کسی فرستاد تا قضیه را به او اطلاع دهد کوروش فردی را فرستاد تا آراسب را ملامت کند و ضمنا گفت به او بگو مگر نه تو بودی که عقیده داشتی عاشق شدن اختیاری است چه شد که مغلوب شدی آراسپ چون دید که کوروش از قضیه آگاه شد سخت ترسید و از اینکه شرافت خود را موهون کرده بود پشیمان شد بعد کوروش او را خواست و چون دید آراسب غرق اندوه است برای تسلی به او گفت شنیده که خدایان نیز در مسئله عشق از لغزش مسون نیستند و دیگر اینکه من مسبب این وضع تو شده ام آراسب فریاد زد آخ کوروش امروز تو به دیروزت میماند به ضعف انسان با اقماز مینگری ولی از وقتی که مردم شنیدند تو از رفتار من ناراضی هستی همه به من میخندند و مرا خار میدارند. کوروش گفت این وضع تو برای کاری که در نظر دارم خوب است باید نزد دشمنان ما رفته چنان رفتار کنی که همه تو را دشمن من دانسته به خود راه دهند بعد سعی کنی که همه نوع اطلاعات از احوال دشمن قوا و نقشه های او تحصیل کرده به من رسانی تا می توانی بیشتر در نزد دشمنان بمان زیرا وقتی آمدن تو نزد ما به اعلای درجه مهم است که دشمن به ما خیلی نزدیک باشد برای اینکه بتوانی اسراری از دشمن به دست داری می توانی نقشه ما را به آنها اطلاع دهی ولی مواظب باش که هرچه میگویی به طور کلی باشد تا هر کدام از دشمنان پندارند که مملکت او در ابتدا مورد حمله خواهد شد و به دفاع مملکت خود بشتابد معلوم است که با این حال همه حاضر نخواهند شد قوایشان را در یک جا جمع کنند. آراسب گفت چنین کنم و در مقابل عنایتی که به من کرده و از تقصیرم در گذشته ای با جان و دل خدمت خواهم کرد. چون آراس به مقصد روانه شد و پانتئا خبر حرکت او را شنید کسی نزد کوروش فرستاد و پیغام داد اگر آراس به طرف دشمنان تو رفت مغموم مشو اجازه بده عقب شوهر خود فرستم وقتی که او آمد خواهی دید که او برای تو سمیمیتر از آراسپ خواهد بود شکی نیست که او خواهد آمد زیرا پدر پادشاه کنونی یعنی پادشاه بابل با او دوست بود ولی این پادشاه خاص در میان من و او نفاق اندازد بنابراین چون شوهرم پادشاه کنونی را از حیث اخلاق فاسق میداند، داند بی تردید شخصی را مانند تو بر او رچان خواهد داد کوروش این پیشنهاد را پذیرفت فرستاده زن به طرف شوهر او روانه شد این مرد را آبراداتس می نامیدند. و او همین که رمز زن خود را شناخت با دو هزار سوار به دیدن کوروش شتافت چون به پیش قراول پارسی رسید ورود خود را اطلاع داد و کوروش امر کرد او را به خیمه پانتا بردند وجد و شعف زن و شوهر را حدی نبود بعد پانتا از اخلاق پاک کوروش و خودداری او و عطوفتی که نسبت به این زن ابراز کرده بود صحبت داشت شوهرش به او گفت پانتیا به عقیده تو من اکنون چه باید بکنم تا حقشناسی خود و تو را نسبت به او به جا آورده باشم پانتیا جواب داد سعی کن نسبت به او همان حسیات را بپروری که او نسبت به تو پرورد پس از آن آبراداکس نزد کوروش رفت و همین که او را دید دستش را گرفته گفت در برابر نیکی هایی که به من و زنم کرده ای من بهتر از این چیزی نمیتوانم بگویم که خود را مانند دوست، چاکر و متحدی به اختیار تو میگذارم. در هر کار که خواهی انجام دهی من به کمک تو با تمام قوا خواهم شتافت. کوروش جواب داد پذیرفتم اجالتا من تو را به خودت وا میگذارم تا با زنت شام خوری ولی از این به بعد تو باید غذا را در خیمه من با دوستان خودت و من صرف کنی. پس از چندی آبراداتس دریافت که کوروش عرابه های دازدار و اسبهای های زره پوش را خیلی میپسندد. بر اثر آن صد عرابه داستار بساخت. اسبهای های این عرابه ها را از سوار نظام خود انتخاب کرد و خودش بر عرابه ای سوار شد که دارای چهار مالبند و هشت اسب بود وقتی که کوروش این عرابه را دید در نظرش مجسم شد که می توان مالبندها مالبند ها را هشت کرد و هشت جفت گاو به این مالبندها بست و این قوه برای کشیدن برجی که با چرخهای دارای 18 پا ارتفاع باشد کافی است کوروش پیش بینی کرد که چنین برجها را اگر در پس صفوا دارد برای افواج او کمکی بزرگ و برای دشمن باعث آسیب زیاد خواهد بود. بعد او در این برج ها دالان های تنگ بساخت و در هر برج 20 نفر جای داد. چون برج ها حاضر شد، کوروش آنها را به راه انداخت و معلوم گشت که راه انداختن این ماشین با هشت جفت گاو سهلتر و راحتتر از حرکت دادن عرابه های کوچیک است. وقتی که کوروش از حرکت دادن برجها اطمینان یافت مصمم شد چنین برجهایی در پس قشون خود جا دهد زیرا یقین حاصل کرده بود که در جنگ باید دارای مزایا بود و نجات و رفاه هم در همین است وداع آبراداتس با پانتا صبح روز دیگر کوروش مراسم قربانی به آورد و سپاهیان او پس از صرف غذا قباها و جوشنهای زیبا در بر کرده کلاه قشنگ بر سر گذاردند به اسبها نیز قاشیه پوشاندند و پهلوهای عرابه ها هم زره پوش بود تمام سپاه از آهن و مفرق می درخشید و پارچه های عرقوانی تر و تازگی مخصوصی به آن میداد. داد عرابه به چهار مال بند و هشت اسب بسته بود و تزئینات عالی داشت او میخواست جوشن ملی خود را که از کتان بافته بودند بپوشد که ناگاه پانتعا کلاه خودی از طلا بازوبند و پاره های از همان فلز قبایی ارغوانی که از پایین چین میخورد و تا پاشنه پا می رسید با یک پر کلاه لالفام به او تقدیم کرد. آبراداتس چون این اشیارا دید در حیرت فرو رفت و بعد به زن خود گفت عزیزم تو زینت های خود را فروخته این اشیا را تدارک کرده ای؟ پانتا جواب داد نه به خدا آنچه برای من گرانبهاتر تر از همه چیز می باشد مانده و آن این است که تو خود را به دیگران چنان بنمایی که در نظر من هستی این بهترین زینت من است پانتعا این بگفت و اصله را به دست خود بر تن شوهرش پوشید و سعی کرد عشقه که مانند سیل به صورت او جاری بود پنهان دارد. آبراداکس که پیش از آن هم لایق بود انزار را به خود جلب کند همین که مسلح شد بیش از پیش نجیب و سبیه نمود. بعد او جلوی عرابی را از دست میراخور خود گرفت و میخواست سوار شود که پانتعا به حضار امر کرد کنار روند و به شوهر خود گفت آبراداکس اگر زنانی هستند که شوهرشان را بیش از خودشان دوست دارند من گمان می کنم که یکی از آنها باشم سخندرازی برای استدلال زیادی است و چند کلمه در این باب به از نطق مفصل حسیات من نسبت به تو هرقدر رقیق باشد با وجود این قسم به عشق من نسبت به تو و عشقی که تو به من میپروری من ترجیح می دهم که تو را زیر خاک مانند یک سرباز نامی ببینم تا اینکه با یک مرد بی شرف زندگانی بینام را به سر برم. به این درجه یقین دارم که تو و من برای جوان مردی ساخته شده ایم. کوروش به عقیده من حق دارد که ما را حق شناس بیند وقتی که من اسیر و از آن او شدم نه فقط او نخواست مرا برده خود بداند یا مرا با شرایط شرماوری آزاد کند بلکه مرا برای تو حفظ کرد مثل اینکه زن برادر او باشم بعد چون آراسپ که مستحفظ من بود فرار کرد من به کوروش وعده دادم که اگر اجازه دهد تو را بخواهم تا بیایی و برای او متحدی با وفاتر و مفیدتر از آراسپ باشی آبراداتس از سخنان پانتعا مشعوف شده دست خود را به سر او گذاشت و چشمانش را به آسمان بلند کرده چنین گفت خدایا چنان کن که من شوهری باشم لایق پانتعا و دوستی در خور کورش که با ما مردانه رفتار کرده است پس از این استقاسه در عرابه را باز کرده سوار شد و چون در گردون جا گرفت و عرابران در رابست پانتعا که دیگر نمیتوانست شوهر خود را ببوسد عرابه را چند بار بوسید پس از آن دیری نگذشت که عراب دور شد و پانتعا از عقب آن به راه افتاد بی اینکه او را ببیند بالاخره آبراداتس برگشته او را دید و گفت پانتعا دل قوی دار ودا کنیم و از یکدیگر جدا شویم پس از آن خاج سرایان و زنان پانتعا را به عرابش برده در زیر چادر خواباندند با وجود اینکه آبراداتس و گردونه او منظره زیبایی داشت، تماشای این منظره فقط وقتی سربازان را جلب کرد که پانتا دور شده بود. چون نتیجه قربانی مساعد بود، کوروش صفوف قشون را بیاراست و بعد قراولهایی به فاصله های معین از یکدیگر گماشته سرکردگان را طلبید و گفت نتیجه قربانی همان است که قبل از فتح اول ما بود بعد او مزایای قشون خود را از حیث مردانگی شجاعت جنگی ها برتری اسلحه و ترتیب صفوف به خاطرها آورده گفت از بسیاری قشون مصری نهراسید زیرا سپرهای سربازان مزبور بسیار بزرگ و به ضرر آنهاست ترتیب سفارای آنها هم چنان است که عده کمی خواهند توانست جنگ کنند و اگر گمان کنند که با انبوه لشکر بر ما غلبه خواهند یافت این تصوری است بیجا زیرا باید اول از عهده اسبان زره ما برایند و اگر مقاومت کنند چگونه می در آن واحد با سواران اسبان و برجهای ما به جنگن؟ اگر باز حاجتی دارید بگویید تا انجام دهم زیرا ما همه چیز داریم. پس از آن کوروش سرداران را مرخص کرده، سپورت بروند، آنچه شنیده اند به سربازان بگویند و خودشان را لایق مقامی که دارند نشان دهند. مراسم دفن آبراداتس پس از این صحبت کوروش برای استراحت به منزل خود رفت و روز دیگر کوروش دوستان خود و سرکردگان را خواسته دستور تحویل گرفتن خزانه را داد و امر کرد قسمتی از خزانه را در صندوقهایی گذارده از عقب قشون حمله کنند تا هر زمان که بخواهد پاداش هایی به سپاهیان خود بدهد خزانه در دسترس او باشد بعد کوروش از ندیدن آبراداتس اظهار حیرت کرد و یکی از خدمه او گفت آقا آبراداتس در جنگ مصری ها کشته شد و سپاه او به جز چند نفر رفقایش فرار کردند چنانکه گویند زنش جسد او را یافته و بر عرابه او گذارده و به کنار رود پاکتول برده در آنجا ها و خدمه او در زیر یکی از تپه های همجوار مشغول کندن قبر شدند زنش روی خاک نشسته سر آبراداتس را روی زانو گرفته و بهترین لباس شوهرش را به جسد او پوشانیده کوروش چون این بشنید دستش را به ران خود زده سوار اسب شد و با هزار سوار به محل مزبور شتافت پیش از حرکت امر کرد که بهترین لباس و زینت ها را بیاورند تا جسد دوست خود را با آن بپوشد و عده زیادی اسب گاو و حشم دیگر آماده سازند تا برای او قربان کند چون کوروش به پانتا رسید و دید که او روی خاک نشسته و جسد شوهرش در جلوی اوست اشک زیاد از چشمانش سرازیر شد و با درد اندوه چنین گفت افسوس ای دوست خوب و با وفا ما را گذاشتی و در گذاشتی. این بگفت و دست مرده را گرفت ولی این دست در دست کوروش بماند زیرا یک نفر مصری آن را با تبر از بدن جدا کرده بود. این منظره بر تأثیر کروش افزود و پانتعا فریادهای دردناک برآورده دست را از کروش گرفت و بوسید و گفت آخ کروش تأصف تو چه فایده دارد؟ من سبب کشته شدن او شدم و شاید تو هم شده باشی. دیوانه بودم که او را همواره تشجیح می کردم لایق دوستی تو باشد او هیچگاه در فکر خود نبود بلکه میخواست همواره به تو خدمت کند او مرد و بر او ملامتی نیست ولی من که به او پنده ها را می دادم، هنوز زنده ام و پهلوی او نشستم وقتی که پانتعا این سخنان را می گفت کروش ساکت بود و همواره اشک می ریقت. بالاخره خاموشی را قطع کرده چنین گفت بله او با بزرگترین نام درگذشت او فاتح از دنیا رفت این زینت های گرانبها ها را که من به تو میدهم برای جسد اوست بپذیر بعد کوروش سخن خود را دنبال کرده گفت افتخارات دیگری برای او ذخیره شده برای او مقبره‌ای ای خواهم ساخت که در خور مقام تو و او باشد و قربانی هایی خواهند کرد که شایسته یک نفر دلیر است اما درباره خودت باید بدانی که بیکس نخواهی بود من به عقل و سایر صفات حمیده تو با احترام می نگرم. من کسی را می که هر جا خواهی بروی راهنمای تو باشد همینقدر بگو کجا می خواهی بروی پانتا گفت کورش بیهوده به خود رنج مده من از تو پنهان نخواهم داشت که کجا میل دارم بروم خودکشی پانتا کورش رفت و بی اندازه متاسف بود از حال زنی که چنین شوهری را از دست داده و از وضع شوهری که چنین زن را دیگر نخواهد دید پس از رفتن کوروش پانتعا خاجه هایش را به این بهانه که میخواهد تنها برای شوهر خود سوگواری کند دور کرد فقط دایه اش را نگاه داشت به او گفت پس از اینکه من مردم جسد من و شوهرم را با یک قالی بپوش دایه اش هر کوشید که او را از خودکشی باز دارد موفق نشد چون دید که حرفهایش نتیجه ندارد جز آن که خانمش را براش میکند می کند نشست و به گریه و زاری پرداخت پانتعا در حال خنجری را که از دیرگاه با خود داشت کشیده ضربتی به خود زد و سرش را به سینه شوهرش گذارده جان تسلیم کرد دایه فریادهای دردناک برآورد و بعد جسد زن و شوهر را چنان که پانتعا گفته بود پوشید. به زودی خبر این اقدام پانتعا به کوروش رسید و او با حال اضطراب به تاخت آمد تا مگر بتواند علاجی بیندیشد. خاجه های پانتعا چون از قضیه آگاه شدند هر سه خنجرها را کشیده در همانجا که بودند انتحار کردند. پس از این منظره دهشتناک کوروش با دلی دردناک و پر از حس تقدیس برای پانتعا به منزل برگشت. بعد با مراقبت او مراسم دفن با شکوهی برای زن و شوهر به عمل آمد و مقبره وسیعی برای آنان ساختند. گویند این مقبره که برای زن و شوهر و خاجه ها بنا شده است امروز هم برپاست و بر ستونی به اسم زوج و زوجه به زبان سوریانی نوشته شده و نیز بر سه ستون کوتاهتری هنوز هم این کتیبه را میخوانند پایان